پرستو فاطمی کارشناس حقوق بشر از دوسلدورف همراه ما هستند. اتفاقی که برای مهشاد شهیدی نژاد افتاده و اتفاقات مشابه برای جوانان زیر 20 سال که هر روز شاهدش هستیم و به نظر شما جمهوری اسلامی، پلیس و نیروهای انتظامی و سرکوبگر جمهوری اسلامی اساساً به قانون و قاعده پایبند هستند؟ متاسفانه توی یک سیستم ایدئولوژی که اعمال خشونت یکی از اهرم‌های دائمی برای سرکوب مخالفین و معترضین به جریان‌های فعلی و یا گذشته‌اش بوده، این قوانین وجود نداشته که بتونه اهرمی باشه یا مکانیزمی باشه برای منع کردن کسایی که دارن در واقع در مقام‌های دولتی و یا مقام‌های مثل پلیس و یا بسیج حضور دارن در خیابون، بتونه به اونها فشاری وارد بکنن و چه بسا که خود اونها تشویق کننده این سرکوب ها بودن. پس برای همین سیستم قوانین جمهوری اسلامی که یک سیستم ایدئولوژیکی هستش که بر هیچ کدوم از تعهدات بین المللی پایبند نیست و به هیچ کدوم از موازین حقوق بشری احترام نمیگذاره، هیچ آموزشی هم در این جهت به اون افرادی که در واقع در خیابون ها میفرسته و یا در سلول ها مردم رو نگه میدارن و اعمال خشونت میکنن چیزی یاد نداده و موظفشون نکرده و نمیخواد که حفظ جان بکنن، چه بسا که میخوان جان بگیرن که بتونن در مقام‌های دولتی و قدرت خودشون پا بر جا بمونن. تا الان یه سری واکنش‌های تقریبا میشه گفت محدود از سوی نهادهای حقوق بشری جهانی شاهدش بودیم، اما در قبال این حجم از سرکوب جمهوری اسلامی بسیار معتقدند که بسیار کم بوده. آیا نهادهای حقوق بشری گزارشی به سازمان ملل ارائه میدن از این حجم از خشونتی که در خیابون‌های ایران هر روز داره اتفاق میفته؟ بسیار سخته که بخوایم بگیم که دقیقاً کدوم نهاد در کجا چه واکنشی نشون داده، ولی اگر که واقعاً میخواستن که تا الان یک واکنش بجا و به موقع داشته باشن و جلوی این حجم از قتل حکومتی رو بگیرن، میتونستن خیلی بهتر از این عمل بکنن. میتونست سازمان ملل یک نشست ویژه تا الان برگزار بکنه، اتحادیه اروپا مکانیزم‌های اجرایی‌تری رو در ارتباط با سران دولتی و حکومتی داشته باشه که هر روز در این حال سرکوب هست و گزارش‌هایی که داره خارج میشه در واقع شاهد این در واقع شواهدی هستش که خانواده‌های خود افرادی که مربوط به حکومت هستن دارن خارج میشن و این نشانگر این هستش که پس اقدام اجرایی و جدی تا الان صورت نگرفته. چه بسا که خواهان دادخواهی هستیم و میخواهیم که مسئولینی که در خون افرادی که در خیابونهای ما فقط خواهان آزادی بودن و تغییر بودن و نه به رژیم بودن اینجوری کشته نشن و مسئولین و خانواده هاشون با آرامش و به راحتی به کشورهای غربی سفر نکنن. پس من به شخص او هیچ در واقع اقدام فوری و جدی رو تا الان ندیدم، غیر از اینکه واکنش ها از طرف وزرای امور خارجه از جمله آلمان که بهترین روابط اقتصادی و دیپلماتیک رو با ایران داره مسائلی مطرح شده که شاید هنوز هم در نقش اجرایش به صورت مشخص دیده نشده، فقط صحبت شده. امروز هم سازمان اتحاد پزشکان در واکنش به برخورد خشونت باری که با تجمع مسالمت آمیز پزشکان انجام شد و یک خانم پزشک که متاسفانه در اثر همین ضربات جون خودش رو از دست داد واکنشی داشته. به نظر شما و در واقع جمهوری اسلامی رو به جنایات جنگی متهم میکنه، اساسا نظرتون در مورد این واکنشیه و در قالب حقوقی چقدر قابل توصیفه؟ توصیف هایی هست از جمله حتی جنایت علیه بشریت. رفتار خشونت‌آمیز و گسترده‌ای که در اکثر نقاط ایران داره هر روز اتفاق میفته و به اشکال مختلف در جهت حذف مخالفین و معترضین از جمله با خشونت، تجاوز، کشتن و بسیاری از مسائل دیگه هست، در واقع تعریفی رو میتونه حتی در قالب جنایت علیه بشریت ببره و اینجا هستش که هر کدوم از نهادهای بین المللی از جمله دفاع از در واقع مسائل حقوقی پزشکان در ارتباط با گزارشگران بدون مرز، خبرنگاران، آزادی بیان، اگر هر کدوم از اینها به واحد بخوان واکنشی نشون بدن میتونن ایران رو متهم به جنایت علیه بشریت بکنن. متشکرم از توضیحات شما. پرستو فاطمی، کارشناس حقوق بشر، دوسلدورف، آلمان.